این جسارت هایی که به نبی مکرم کردن و این مطالب لاتائلات رو به پیغمبر بستن جا داره. میگه من خدای عالم رو دیدم در حالی که جوان بود و موی صورت نداشت، جعدون قطعت و موی سرش پرمو بود و پیچ پیچ و فرفری، علیه حلیتون همراه و دارای زیورالاتی هم خلاصه به خودش خدای عالم آویزان کرده بود. و جالب اینه ابو یعلا به عنوان لیدر وهابی ها بعد از نقل این روایت میدونه چی میگه؟ میگه هازا حدیثون رواه الکبر عن الکبر عن الصحاب عن النبی صلی الله علیه و سلم. این حدیثی است که بزرگان ما از بزرگان از صحابه نقل کردن. فمن شک فی ذلک، هر کس شک کند در این که خدای عالم جوان و موی صورتش در نیامده، موی سرش هم فرفری و پشپو است، شک کند در این، لا تقبل شهادتو، فاسقه و شهادتش قبول نیست. ولا یسلم علی، کسی نباید سلام به او بده. ولا یعاد فی مرضه، اگر مریضم بشه کسی حق نداره بره عیادتش. یعنی یک عقیده ساخت پرداخته ذهن خودشون، خلاف قرآن، خلاف سنت، خلاف نبی. یعنی پیغمبر از اون طرف بیاد در قرآن بگه بابا ولم یکن له کفوا احد لیس کمثله شی، بعد خودش نستجیر بالله بیاد بگه من خدا را دیدم به صورت یک جوان و نمیدونم چیچین و امرد بود و موی صورتش هنوز در نیامده بود و چی و چه. یعنی این در حقیقت بالاترین جسارت به نبی مکرمه. آقایان میتونن کتاب طبقات الحنابله جلد سوم صفحه 81 حدیث 82 را ببینن، چاپ مکتبت الابیکان مکت المکرمه و همچنین جامعه ام القرا هم این رو چاپ کرده و همچنین کتاب ابطال التالیفات مال ابو یعلا جلد اول صفحه 141. من داشتم این بحث رو آماده می کردم، یک روایتی برخوردم که این قضیه شابون امردون جعدون قطد، بخواستم بینم چه معنا کردن آقایان. جعدون قطد یعنی جوانیست، برای شما عرض کنم موهای سرش پشمو پرمو هست و مو فرفری هست. دیدم متاسفانه اینها وقتی میخوان دجال رو معرفی کنن میگن یکی از ویژگی های دجال این است انهو شابون جعدون قطد، همین صفتی را که برای خدای عالم آورده ان در وصف دجال آورده اند. اینجا دیگه باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. آقایان کتاب مسند احمد حنبل رو ببینن جلد چهارم صفحه 181 دار النشر مؤسسه قرطبه مصر. شبیه همین عبارت را در صحیح بخاری در وصف باز دجال آورده، میگه ویژگی دجال این هست که اون نمیدونم جوانی هست و نمیدونم برای شما عرض کنم جعدون قطتون اعور العین امثال اینها. جلد پنج صحیح بخاری صفحه 2211 حدیث 5562 ولی دار النشر دار ابن کثیر یمامه بیروت سال چاپشم 1407 که البته این رو ما از نرم افزارهای خود آقایان اهل سنت و وهابی ها گرفته ایم. الا ای حالین، این آقایانی که میان به این شکل دارن تنظیم میکنن در حقیقت دارن بدترین اهانت را به خدای عالم میکنن، بدترین جسارت و فحش به ساحت مقدس خدای عالم هست. یعنی خدایی که لم یکن له کفوا احد، خدایی که لیس کمثله شی، میان نسبت به این برای شما هم شروع میکنن به این شکل نسبت به خدای عالم تعریف کردن و توجیه کردن و به خرد مردم هم میدن که اگر کسی معتقد نباشد خدا در آسمان ها هست و دارای جسم هست، کفر او و شرک او را هم تثبیت میکنند.